Assalomu alaykum binandagoni aziz, holo shumoro bo khabarhoi muhimi roz tavassuti bakhsh khabari payomi roz shinos mekunem. Dar studio bo shumo Javohir Qanijonov. Дасти инсон гул аст. У агар аз таҳти дил сайёр талош кунад, меҳнат кунад, мавзеи санглохро ҳам ба гулзор табдил медиҳад. Мардуми ноҳияи Суғ аз азал меҳнаткаш буда, қуллаҳои баланди кӯҳро ҳам ҳамвор намудаву боғҳои зебо бунёд карданд. Мо ба кӯҳпораи рафтем ва дар он ҷо боғеро дидем, ки воқеан боғбон то ба ин дараҷа расидани боғ заҳмати зиёд кашидааст. وقتی از دهه‌ی دیویران راه سوی جانبی محله تول میگیرید، در طرف دست چپ کوهی سر به فلک را میبینید که آن در بهاران نیز سبز نمیشود و فکر میکنید که گویا در آنجا گیاه هم نمیسبزد. اما وقتی به کوهی مذکور برآمده آنجا را سیر کنید، باغ‌ها را پیدا میکنید که حتی در جای سیراب و زمین همواری ناحیه این گونه باغ نیست که مبالغه نخواهد شد. زردالو علکه در حدود محله های دهویران طول پختر رسیده است و باغی که حالا ما قرار داریم در دامنه کوه می باشد. وقتی که ما با کوه دهویران برآمدیم، در داخل کوه انا همین خیل باغ بسیار زیبا را پیدا کردیم و مبالغه نیست که بار اول به اینجا آمده استادیم بینندگان عزیز و در این باغ تمام نمودهای میوه را پیدا کردن ممکن است، از زردالو و شفتالو، گیلاس و انگور سر کرده تا بادام و پسته را در اینجا پیدا کرده میتوانید و من همین درخت بادام میباشد، من میوه انداخته است علکی و ما در اینجا نفری را پیدا کردن نتوانستیم. دفعه دیگر البته به اینجا آمده صاحب باغ را پیدا کرده گزارش مخصوص تهیه می سازیم، زیرا در روی سنگ برپا کردن این گونه باغ در داخل کوه در جایی که آب نیست، پرورش کردن این گونه نهال ها البته کار آسان نیست. حدودی با خیلی وسیع بوده، در اینجا همه نمودهای میوه را پیدا کرده می توانید. واقعا هم تا به این درجه رسیدن نهالکان زحمت بسیار کشیدن باغبان را وقتی به اینجا می روید در حال احساس می کنید. ما باغ را پوره گرد گشتیم اما باغبان را پیدا کرده نتوانستیم. زردالو در باغ مذکور علکه پخته رسیده است، به اینجا از دریای سوخ آب کشیده شده است. از این رو ما به خود عهد کردیم که دفعه دیگر صاحب باغ را پیدا کرده به اینجا می آییم و گزارش مخصوص از فعالیت باغبان و تاریخ تشکیل شوی باغ مذکور آماده می سازیم. از باقی مذکور دیدن کرده بار دیگر اقرار شدیم که در حقیقت اگر انسان مهنت کند می تواند سنگ سیاه را هم بلال تبدیل دهد. اخسیکنت را آثارخانه در زیر آسمانی کشاد می نامند. گره تاریخ اسرار این سرزمین باستانی که در دوام عصرهای زیاد پایتخت دولتی فرغانه بود اکنون کشاده می شود. گزارش مخبرمون درباره این موضع تاریخی می باشد. توجه کنید. امروزها برای به مرکز سیاحی تبدیل دادن مجمع یادگاری اخسیکنت کارهای بزرگ انجام داده می شوند. این البته آثار تاریخی دارد. اهالی اخسیکنت از قدیم به میس گدازی، آهنگری مشغول شده، از متال اسباب های گوناگون حربی و مهنتی می ساختند. ساعت های آفتاب و آب، دیاگرام های ستاره ها، اسباب های ستاره شناسی که از طرف آلمان آفریده شدند، از درجه ترقیات و پیشروی علم و تکنیک در اخسیکنت باستانی روشن شهادت می دهند. در آینده نزدیک در اینجا کلانترین موزه آسیای میانه برپا کرده می شود. برای برقرار نمودن شهر قدیمی اخسیکنت دروازه رمزی ساخته می شود. از روی رسم های آنها مجسمه عمر شیخ میرزا و کمال الدین بهزاد گذاشته خواهد شد. چند پیش ما بخشیده به آموزش تاریخ و آثار اخسیکنت کنفرانس بین الخلقی علمی و عملی تشکیل نمودیم. در آن بیش از 20 عالم برجسته از 16 کشور جهان شرکت داشته، می گوید انورجان اکرامف، سردار سرریاست حفظ و تحقیق آثار باستان شناسی اخسیکنت. وقتی که آنها در اخسیکنت کهنه و نو بودن توصیه ها دادن که این سرزمین را در اساس تجربه بهترین جهان به مرکز سیاحی تبدیل دهند. اوندان ارتق اوچ آسمان اوستگی موزهلر تارماغی بولادی. زیاده از 10 موزه زیرزمینی برپا کرده می شوند. برای کشودن راه در قد قد دریا، در آنجا ساختن شهرچه باستانی هنرمندان، در این مسافه براه ماندن خدمت کشتی ها و عموما آیدی به مساله های اکوسیستم کار برده می شوند. در نتیجه تطبیق این لایحه ها کارشناسی خارجی حساب کردند که از این موزه در یک سال حدود 1 میلیون نفر سیاح دیدن می کند. Loyihadan amalga oshirish natijasida aynan mana shu hududga 1 millionga yaqin turistlar tashrifini amalga oshirish mumkinligini xorijlik ekspertlar buni bahosini berishdi.
حالا نقشه جنرالی اکسیکن ترتیب داده می شود. آن زیاده از 10 آثارخانه کشاد را در بر می گیرد. کارهای کشادن راهی دریایی بین اکسی نو و کهنه به مسافه 5 کیلومتر در دو طرف آن تشکیل نمودن مرکز هنرمندان، در آب تشکیل حرکت کشتی های خردی توریستی، کارهای نظررس انجام داده می شوند. در نتیجه تطبیق این لایحه امکان پیدا می شود که تقریبا به 1 میلیون سیاح خدمت رساند. قدمجوهای مقدس در اکسیکن نو، دستخط های بی‌بها، تصویرهای پتروگلیف های در این روزها پیدا شده، بناهای با حشمتی که ساخته می شوند گواهی می دهند که نام این جای ها در خریطه سیاحت کشور با حرف های کلان ثبت خواهد شد. همین را نیز علاهیده تاکید کرده گذشتن لازم است که در اکسیکن زمان ادبیات تاجی خیلی رشد و نمو کرده بود و چند از شاعران فارسی سرای این حدود در تمام دنیا مشهور گشتیدند، خصوصا اسیرالدین اخسیکتی، پاینده اخسی و چند دیگران را نامبر کردن ممکن است. شاهمات یکی از بازی های فکری انسانیت بوده، در راهی قوی گردانیدن معنی سر و سیقل دادن خاطر انسان همتای ندارد. از این جهت امروز در یکی از گذرهای موضع سایبازار ناحیه سوخ بین کوهنسالان نورانیان ناحیه مسابقه از روی شاهمات برگزار گردید. شاهمات در جهان معاصر یکی از نمودهای ورزش فکری انسان شناخته شده، همساله نوهای گوناگون مسابقه ها به مانند مسابقه های ملی، بین قطعه، بین مللی و در چهارچوبه یکچند اسوسیاسیا ها گذرانیده می شوند. شاهمات به قطار 5 بازی اساسی بین المللی ذهنی داخل می شود. در مسابقه شاهمات که بین کهنسالان ناحیه سوخ با تشبث خزینه نورانیان، حزب خلق دموکراتی و شعبه معنویات و معرفت برگزار گردید، حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف نیز اشتراک کرده از جریان مسابقه دیدن کرد. در ناحیه در اساس ریجه اونا کارهای تشکیلی این اخصا گذراندن مسابقه های سپورتی و کهنسالان اعتبار جدی دادن، با آنها شرایط فراهم آوردن، یوشا کده وابسته کردن، اینچنین گذراندن واخورهای سه اولاد، گذراندن واخورها با جوانان در قرار نشان داده شده است. علاقه کارها سر شد. من طبق قرار در ناحیه ما جمع‌گرمی نورانی تشکیل کرده شد. امروز من در حدود جامعه شهروندان راوان در مرکز چایخانه نورانیان در بین کهنسالان یعنی نورانیان مسابقه شخمت ششکت تشکیل کرده شد. من از هر یک محله ها وکیل هایی که در ناحیه در محله ها اول جای یکم را گرفته وزینه ناحیوی رسیده آمدند، اینها امروز اشتراک هستند. البته با آنها از طرف دیوان حکومت ناحیه، جمع‌گرمی نورانیان، پارتی خلق دموکراتی و شعبه معنویت معرفت همکاری کرده مسابقه تشکیل کردند. مسابقه بین کهنسالان با بحث و تلاش های زیاد شده گذشت و تا دیر دوام کرد. بعد انجام مسابقه برای اشتراکداران دستورخوان آراسته شد. سپس مراسم تقدیرنامه‌سازی غالبان مسابقه برگزار گردید و در آن حاکم ناحیه سوخ به سخن برآمده ذکر نمود که واقعا شاهمات برای قوی نمودن معنی سر انسان، یعنی برای بی‌خستگی جسمانی مدتی دراز فکر نمودن مساعدت می‌نماید. حاکم ناحیه به غالبان مسابقه و بازینگران بهترین افتخارنامه و تحفه‌های گرانبها را در وضع متنتن تقدیم نمود. بین نورانیان، بین کهنسالان مسابقه سپورتی از روی شاهمات تشکیل کردند. من خیلی خرسندم. من میخواهم که همیشه مسابقه ها بیشتر تشکیل کرده شود. خوشبختانه من امروز اشتراک کرده سزاوار جای یکم گشتم. من و دیمورستیان رو به این غلبه، من غلبه دیمورستیان، این غلبه من غلبه مکتب رقم 10 حساب میکنم. آینده همه و آمد میخواهم. میخواهم که همیشه تورنیرها و همیشه مسابقه ها بیشتر تشکیل کرده شود. مقصد از تشکیل مسابقه قدر نمودن نورانیان و کهنسالان به ورزش، جلب نمودن آنها و رشد نمود معمولی ورزش بازی شاهمات در ناحیه سوخ می باشد. خدمات امنیتی دولتی با قلابی مربوط به انتقال به شتاتهای متحده امریکا، کانادا و پولشا خاتمه داد. قلابان هنگام گرفتن مبلغ با دلیل های اشاوی دستگیر کرده شدند. تفصیلات پر را در شرح مخبرمان.
در چوربینی اپراتیوی که خدمات امنیتی دولتی ولایت سمرقند در همکاری با کارمندان صدارت کارهای داخلی ولایت گذرانیده است، یک نفر در ناحیه آقدریا به عوض فرستادن دو شهروند ناحیه تایلا با خطسیر ازبکستان، اسپانیا، مکزیک، شتاتهای متحده آمریکا 44000 دلار طلب کرده است و توسط شناسش هنگام گرفتن 40000 دلار دستگیر کرده شده است. در چوربینی فوری که در همکاری با ریاست مبارزه با کرپسیا دایر گردید، یک ساکن ناحیه المزار شهری تاشکند با باوری یک شهروند ساکن ناحیه غله اورال درآمده توسط شناسهای بلند مقامش به عوض 15000 دلار آمریکایی به کانادا فرستادن او و دادن حجتهای روادید وعده داده است و هنگام گرفتن 7500 دلار دستگیر شده است. در مورد دیگر، رئیس جمعیت مسئولیتش محدود که در شهر تاشکند فعالیت میکرد، هنگام گرفتن 5100 دلار آمریکایی برای فرستادن سه شهروند به پولشا برای کار توسط شناسهای رسمیش از جانب کارمندان مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر تاشکند و ریاست نزد پراکوراتوری ژنرالی دستگیر شده است. در یک عملیات فوری از جانب کارمندان ریاست ولایت سرخندریا در همکاری با دیگر ساختارهای قدرتی، یک نفری که در ناحیه بویسن زندگی میکرد، هنگام گرفتن 138 میلیون سوم در عوض فرستادن یک شهروند ناحیه مزرباد به کانادا به دست افتاد. فعلا علیه این افراد با مدههای دخلداری کدکس جنایی پرونده باز شده تفتیش ادامه دارد. مقصد اساسی از پیشکش نمودن این گزارش شما را هشدار نمودن است. از مکر و فریب قلابان همیشه احتیاط باشید. امروز ها طلب زمان می باشد که هر یک شهروند و هر یک کارمند باید پیش از همه حق و حقوق، منفیات و در برابر آن مجبوریت های خود را داند. برای این پیش از همه دانش سیاسی اهالی را بلند برداشتن ضرور است. با همین مقصد در شعبه تندرستی ناحیه ساخت تدبیر عکس حقوقی برگزار گردید. ادامه موضوع در گزارش رهبری خدمات مطبوعاتی حاکمیت ناحیه ساخت انور جان جورایف. جریان های گلوبالی امروز تقاضا میکند که سطح دانش های سیاسی مردم ما نیز هم قدمی زمان باشد و باید همگان بیشتر حق و حقوق های خود را بدانند و پیش از همه از مجبوریت و مسئولیت و وظیفه داری نیز نباید فراموش سازد. امروز ها در تمام اقتصاد ریاست امان تحت تجاوز وزارت عدلیه ازبکستان تدبیرها تحت عنوان عکس حقوقی برگزار میگردد. مقصد از برگزاری این تدبیرها پیش از همه به بلند برداشتن دانش های سیاسی شهروندان امان روانه شده است. در دایره عکس مذکور در شعبه تندرستی ناحیه با تشبث شعبه عدلیه ناحیه تدبیر برگزار گردید. در این بهمایی خادمان ساحه طب، کارمندان شعبه تندرستی و کارمندان نقطه های طبی دهات و پلیکلینیک های آیلوی اشتراک کردند. در این بهمایی سرور شعبه عدلیه ناحیه بنیادجان نظرف، مسئولیتگر سرور شعبه عدلیه الهامجان مدمین و سرور شعبه مرکز خدمت رسانی یوریدیکی اوکتامجان ارگشف به حاضران درباره نوگانی های به کنستیتوسیون نوی ازبکستان وارد گردیده و آید کدکس نوی مهنت معلومات ها دادند. من امروز از شعبه عدلیه ناحیه خادمانی عدلی آمدن و خادمانی تیب حقوق مسلحت رو دادن. من ما خبر ما به نزدیکی و خاموسی ریسپولیک ازبکستان دیگرگونه ها در عدد شد از 3 اپریل. در همین موضوع به ما بسیار صحبت های جالب شد و حقوق های ما بسیار نمی فهمه که چیز ما خادمان عدلی فهمونه دادن. از این جمله من برامدن تعطیل مهنت من ما میدونستم بسید یک روزی کار با میبرامدم، حاضر من روزی کلندر با بده است. من خودم 30 روز برامدم به حقش بده است. از این جمله با اگر سال کارش بسیار باشد با ایلاوگی روسی هم امتیاز نو باست. هست هست همین تدبیر ها شده است. همه ما حقوق خود رو میدونیم. مهنت کودکسی همه نویگری که شد همین خادمان تیب، نه فقط خادمان تیب، اصلا هر یک خادم همون دانستن شرط به ضرور است. همچنین در رفتی به همه کارمندان ساحه طب آید کاربست نمودن امتیازهایی که نسبت به خادمان ساحه طبیات داده شده است سوال خود را پاسخ گرفتند. باید گفت که در این بهمایی بسیار مسئله های مبرم نیز در دایره قانون مورد تحلیل محاکمه قرار گرفتند. جمله‌دان شفاکارلار تماماً uzoq yillik mehnat stajı uchun olinishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mehnat ta'tillari asosan so'raldi, shu savollarga javob berilib. از جمله تعطیل ایلاوگی کاری که دختران برای استاج چندین ساله کاری گرفته می توانند معلومات داده شد. با این سوال ها جواب داده فهمانده شد که هر یک کارمند متناسبا با مهلت کارش درست تعطیل ایلاوگی گرفته می تواند.
از جمله به کارگرانی که از 5 تا 10 سال کار کردند 2 روز، به شخصانی که 15 سال کار کردند 4 روز و به شخصانی که زیاده از 20 سال کار کردند 8 روز تعطیل علاوگی داده می شود. سوالای جوابلار берилди. در این بهمایی که برگزار شدنش بسیار مفید بود برای خادمین ساحه نیز بسیار منفعت ناک بود، چون که خادمین ساحه تیبت ناحیه به بسیار سوالهای خود جواب ها گرفتند. بینندگانی عزیز و ارجمند، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می دهد. شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمترین کشورمان شناسا خواهید شد. با در نظر داشتی درخواست شهروندان از بعضی منطقه ها آید به عوض کردن پول های قابلیتش از دست رفته، رهبریت بانک مرکزی از 3 ایون سال 2023 قرار قبول کرد که طبق آن قبول و عوض کردن پول های کهنه 50، 100، 200 و 500 سوم و تنگه های 50 و 100 سومی که قابلیت پرداخت را از طریق مرکز های حساب برابر کنی و خزینوی بانک مرکزی از دست دادن ادامه داده می شود. می نویسد یکی از نشریه های رسمی. قید کرده می شود که واحد های پولی که از 1 ایول سال 2019 هم از معاملات برآمدند برای مبادله قبول کرده می شوند. آنها تنگه های 50 سومی سال های 2001، 2002، تنگه های 100 سومی سال های 2004 و 2009، اینچنین پول های 50 و 100 سومی سال های 1994 می باشند. به غیر از این، اینها کاغذ های قیمت 200 سومی نمونه سال 1997 و 500 سومی نمونه سال 1999 می باشند که از 1 ایول سال 2020 قابلیت پرداخت پذیری خود را گم کردند. 14 ایون حیات وکیلان با سرداری ویسه پرزیدنت اندونزی معروف امین که در مملکت ما مهمان می باشد به سمرقند آمد. در فرودگاه بین المللی سمرقند مهمان عالی مقام را حاکم ولایت سمرقند استقبال گرفت. طبق برنامه بازدید قرار است که ویسه پرزیدنت امروز و فردا از موزه های مقدس، یادگاری های تاریخی و فرهنگی سمرقند دیدن کند. در ایران میان وزارت سرمایه گذاری، صنعت و سودای جمهوریت ازبکستان، پلاته سودا و صنعت ازبکستان و پلاته سودا، صنعت، معدن و کشاورزی ایران آید به برگزاری انجمن تجارتی ازبکستان ایران گفتشونی صورت گرفت. در ملاقات مسئله های تشکیلی برگزاری فرم صاحبکاران ازبکستان و ایران در تاریخ 17 ایون سال جاری و نخستین جلسه کمیته صاحبکاران با اشتراک نمایندگان دایره های تجارتی ازبکستان و ایران به طور مفصل بررسی شد. بینندگان عزیز و ارجمند، صحیفه خبرهای ازبکستان با بخش خبری پیام روز حسنی انجام می‌بخشد. خیر، سلامت باشید. برنامه های تلویزیونی سخ دوام دارد. ما را ترک نکنید.